خودشو تو زمین حفظ کنه میتونه. کاظمی این سمت هواداره پرسپولیس رو میبینید که بش. حالا فرصت برای استقلالی هست که از سمت چپ جلو میاد و پیام هیدریست. این اولین حرکت جدی ملی پوش ازبک جلال الدین ماشاریپوف بود که باخته و در چهار بازی آخرش هم دو برد و دو مساوی داشته. یه بار دیگه از سمت چپ پرت ماشاریپوف رو میبینن را میندازند، تک به تک است با فرجی، سعی میکنه واسه پرسپولیس هم نباخته در ورزشگاه آزادی و در ده بازی سه تساوی داشت. شاریپوف با این توپ چه کار خواهد کرد؟ به نظر خب بله، مهدی پور رفت کنار، مشخص شد که جلال الدین ماشاریپوف قراره بزنه، توپ رو مستقیما میزنه، به دفاع برخورد میکنه، دومی و محکم تفر آماده، او هم یکی از آماده ترین ها در پست خودش، تقابلش میتونه دیدنی باشه. از سمت چپ یه حرکت ماشاریپوف، ریگی دخالت میکنه، کورنر رو دادن، بلند روی تیر یک بلند میکنه روزبه چشمی، سیلوا اداره میکنه، میرسه ماشاریپوف، ببینیم کورنر تکرار شده یا نه. کمک این ور، یعنی آقای سعید قاسمی میگه نه، خوبی بود، بازی تند و تیزه، حالا سریع تبدیل میشه این سمت، شاید یه ضد حمله رو در تغییر فاز هجومی به دفاعی به هجومی برای پرس یه بار دیگه حرکت ماشاریپوف، لب خط میفرسته وان و سه هیچ نفته عثمان ویرا. ماشاریپوف میتونه آبستن حوادثی باشه و شما هم میتونید پیشبینیتون رو در واقع بسنجید، جوایزی هم اونجا براتون تعبیه شده از طرف همکاران رو. ماشاریپوف و نعمتی جدالشون به نفع و جواد نکونام گفتنی ها رو گفتن دیگه، به شکل کلیشه هم که شده نیمه دوم رو الجهرای کویت اومد به تیم پرسپولیس. حالا یه فرار دیم که بیشتر فشار استقلال رو سمت توپ رو ماشاریپوف به دنبالش هست، فرجی اثری ناقص رو توپ میگذاره، ماشاریپوف میرسه میکاره برای جلالی میفرسته. خب ماشاریپوف هم